طلاق‌های جنجالی بازیگران در تاریخ سینمای ایران. طلاق سلبریتی‌ها معمولاً حواشی فراوانی داره. از دیرباز تا امروز، از ایران تا آمریکا، در اینجا چند طلاق مشهور سینما و تلویزیون ایران رو برای شما دوستان عزیز تهیه کردیم. امیدوارم لذت ببرید، با ما همراه باشید. حدیث فولادبند و رامبد شکرابی. حدیث فولادبند و رامبد شکرابی در سال 89 در زمان پیش از تولید فیلم سینمای عنکبوت به کارگردانی مانی ارغمان با هم ازدواج کردند. فیلمی که در آن نقش مقابل یکدیگر را ایفا کردند، این زوج متاسفانه از هم جدا شدند. ریحانه پارسا و مهدی کوشکی. ریحانه پارسا که با بازی در سریال پدر به اوج شهرت رسید، با مهدی کوشکی بازیگر تئاتر ازدواج کرده است. تازه عروس و داماد پرحاشیه سینمای ایران پس از 6 ماه از هم جدا شدند. مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی. در اسفند 89 مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی با یکدیگر ازدواج کردند. آنها در زمان زندگی مشترک تصاویر زیادی از خود منتشر کردند، اما در مجموع زندگی کم حاشیه‌ای داشتند. در اواسط 95 و زمان جدایی اما اتفاقات عجیبی افتاد. صفحه اینستاگرام پاکدل هک شد، ولی بعد از آن که پس گرفته شد دیگر اثری از عکس‌های دو نفره نبود. رامبد جوان و سحر دولتشاهی. رامبد جوان بعد از جدایی از همسر اولش با سحر دولتشاهی بازیگر سینما و تلویزیون ازدواج کرده بود. بعد از 6 سال زندگی مشترک در سال 93 از دولتشاهی جدا شد. آزاده صمدی و هومن سیدی. آزاده صمدی و هومن سیدی در سال 85 با یکدیگر ازدواج کردند، اما بعد از 7 سال زندگی مشترک از یکدیگر جدا شدند. بهروز وثوقی و گوگوش. بهروز وثوقی در سال 54 با گوگوش ازدواج کرد که بسیار پر سر و صدا شد. ازدواج آنها دوام چندانی نداشت. ابوالفضل پور عرب و آناهیتا نعمتی. ابوالفضل پور عرب و آناهیتا نعمتی هر دو بازیگر سینما هستند. زمانی که این دو با هم ازدواج کردن، پور عرب بازیگر معروفی بود، ولی نعمتی تازه اول راه بازیگری بود. حاصل ازدواج اونها یک دختر به اسم رایکا هستش. سارا خوینی ها و چنگیز وثوقی. سارا خوینی ها همسر سابق چنگیز وثوقی هستش. زندگی مشترک وی با چنگیز وثوقی کمتر از 2 سال به طول انجامید و منجر به جدایی شد. سارا خوینی ها با یوسف مرادیان ازدواج کرد و این وصلت هم به جدایی انجامید. بابک ریاحی و مهتاب کرامتی. بابک ریاحی پور یکی از معروف‌ترین نوازنده‌های ایرانی با ساز تخصصی گیتار باس است. با مهتاب کرامتی ازدواج کرد که متأسفانه این ازدواج دوام چندانی نداشت. ناصر هاشمی و سیما تیرانداز. ناصر هاشمی با سیما تیرانداز در سال 74 با یکدیگر ازدواج کردند و این ازدواج به جدایی ختم شد. بهروز بقایی و پرستو گلستانی. پرستو گلستانی با بهروز بقایی ازدواج کرده بود، اما سرانجام این وصلت با وجود پسری به نام بهرنگ به جدایی ختم شد. نیما بانکی و لیلی رشیدی. نیما بانکی در گذشته با لیلی رشیدی بازیگر ازدواج کرده و صاحب یک پسر به نام سینا بانکی شده است. این ازدواج دوام نیاورده و این زوج هنری از هم جدا شدند. مینا لاکانی و امین زندگانی. امین زندگانی و مینا لاکانی در سال 1376 در سریال زن شرقی با یکدیگر آشنا شدند و ازدواج کردند، اما مدتی بعد طلاق گرفتند. عاطفه رضوی و مهرداد شکرابی. ازدواج اول و همسر اول عاطفه رضوی مهرداد شکرابی بود است که به دلایلی بعد از مدتی از هم طلاق گرفتند. وی بعد از آن با حسین پاکدل نویسنده و کارگردان ازدواج کرده است. خسرو شکیبایی و تانیا جوهری. تانیا جوهری در سال 1348 با خسرو شکیبایی ازدواج کرد که ثمره این زندگی تنها یک دختر به نام پوپک شد، اما این رابطه در نهایت سال 58 بعد از 10 سال به طلاق ختم شد. شقایق دهقان و مهراب قاسم خانی. مهراب قاسم خانی دو بار ازدواج کرده است. حاصل ازدواج اولش یک دختر به نام نیروانا بوده. پس از جدایی از همسر اولش، وی برای بار دوم با شقایق دهقان ازدواج کرد. حاصل این ازدواج پسری به نام نویان بوده. این ازدواج هم به جدایی ختم شد. سوسن تسلیمی و داریوش فرهنگ. داریوش فرهنگ در اولین ازدواج خود با سوسن تسلیمی بازیگر ناماشنا ازدواج کرده و صاحب فرزند دختری به نام توکا فرهنگ شد، اما وی در سال 1366 مجبور شد از وی جدا شود. علی دهکردی و آفرین چیتساز. علی دهکردی در سال 1368 با آفرین چیتساز ازدواج کرد، اما این زندگی به طلاق ختم شد. کوروش تهامی و شبنم طلویی. کوروش تهامی با شبنم طلویی ازدواج کرد که این ازدواج به جدایی ختم شدش.
فریبرز عربنیا و آتنه فقیه نصیری و عسل بدیعی. فریبرز عربنیا که با بازی در نقش مختار در سریال مختارنامه بیش از پیش سر زبان ها افتاده بود، ابتدا 8 سال با آتنه فقیه نصیری بازیگر سینما و تلویزیون زندگی کرد و پس از آن جداییش 4 سال با عسل بدیعی ازدواج کردش که حاصل این ازدواج پسری به نام جانیان هست. محمد رضا شریفی‌نیا و آزیتا حاجیان، این دو بازیگر بعد از سالها زندگی مشترک از یکدیگر جدا شدند. ملیکا و مهراوه شریفی‌نیا فرزندان آنها هستند. نگار آبدی و هدایت هاشمی، این دو بازیگر که مسیر بازیگریشان را از تئاتر آغاز کرده بودند، ازدواجشان چندان در رسانه‌ها انعکاس نیافت، اما بعد از مدتی که هر دو به تلویزیون و سینما ورود کردند و مردم آنها را شناختند، از هم جدا شدند. بهار رهنما و پیمان قاسم‌خانی. بهار رهنما و قاسم‌خانی در سال 73 ازدواج کردند که ثمره آن یک دختر به نام پریا هستش، اما در سال 94 بعد از 22 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند. مهدی هاشمی و گلاب آدینه. مهدی هاشمی جز پر افتخارترین بازیگران مرد سینمای ایران هستش. او حدود 40 سال پیش با گلاب آدینه که کلکسیونی از افتخارات بازیگری را در کارنامه دارد ازدواج کرد. آنها یک دختر به نام نورا دارند. پس از آنکه مهنوش صادقی، بازیگر کمتر شناخته شده تئاتر، در ویدیوی ادعا کرد مدت هاست همسر مهدی هاشمی است، مهدی هاشمی با انتشار ویدیوی ادعای صادقی را تایید کرد. دوستان عزیز، به نظر شما چرا هنرمندان با هم زیر یک سقف دووم نمیارن؟ اگه علاقه من